بیش از 30,000 کشته کرونا در بریتانیا. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چطور این کشور کانون قربانیان در اروپا شد. تجربه بریتانیا چه درسهایی برای دیگران دارد؟ این سوال را از یک ویروس شناس میپرسیم. در ادامه برنامه امشب مجموع مبتلایان قطعی شناسایی شده بیماری کووید 19 امروز عملاً در کشور ما از مرز 100,000 نفر عبور کرد. خیز دوباره آمار کرونا در ایران. مسئولان میگویند خطر تشدید بحران در پی بازگشایی اماکن عمومی جدی است. جهش قیمت خودرو در ایران. از کارشناسان برنامه میپرسیم دلیلش چیست و قیمت تا کجا بالا میرود؟ نوای ستار و آواز سپیده رئیس سادات از قرنطینه. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بریتانیا با بیش از 30,000 مرگ ناشی از کرونا بیشترین تعداد قربانی در اروپا را دارد. موضوعی که باعث افزایش شدید انتقادات به سیاست‌های دولت بوریس جانسون برای مقابله با کرونا شده. وزیر خارجه بریتانیا گفته هنوز برای مقایسه بین کشورها زود است و باید تا پایان بحران و ارزیابی جهانی آمار صبر کرد. منتقدان دولت اما میگویند سیاست‌هایی از جمله اعمال دیرهنگام قرنطینه، نداشتن کیت‌های آزمایش کافی و تعلل در جدی گرفتن خطر از جمله دلایل بالا بودن آمار مرگ و میر در این کشور است. اما چه شد که بریتانیا به اینجا رسید؟ این سوال ما از مهمان امشب 60 دقیقه است. اول گزارشی ببینیم از بهرنگ تاجدین. ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ روزی که طرفداران برگزیت خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا را جشن گرفتند. اما همان روز یک مقام بهداشتی بریتانیا هم ساعتی پیش از 2 مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. این 2 مورد اولین موارد ابتلا به این ویروس هستند که در بریتانیا گزارش می‌شود. از آن زمان بریتانیا به کانون یکی از گسترده‌ترین موارد شیوع کرونا در جهان تبدیل شده. بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد تعطیل شد، کار نخست وزیر به دلیل ابتلا به این ویروس به ICU کشید و این کشور شاهد بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در اروپا بود. در 3 ماهی که از شروع شیوع کرونا در بریتانیا گذشته، نظرسنجی‌ها نشون داده اکثر مردم از عملکرد دولت در مقابله با این ویروس راضی‌اند و از سیاست‌های دولت هم حمایت می‌کنند. ولی با طولانی تر شدن بحران و بالا رفتن آمار مرگ و میر، صدای منتقدان هم بالا رفته. یک نقد به نحوه اطلاع رسانی دولت مخصوصا در اوایل بحران است. با شروع سرایت، مقام‌های بهداشتی ابتدا با آن کم و بیش مثل یک آنفولانزای فصلی برخورد می‌کردند و استراتژی مقابله با آنفولانزا را به اجرا گذاشتند. ما یک برنامه مشخص 4 مرحله‌ای برای مقابله با شیوع این بیماری داریم. محدود نگه داشتن، تأخیر، تحقیق و تسکین. پس از آن نوبت به یادآوری برای شستن دست‌ها شد. به اندازه 2 بار آهنگ تولدت مبارک. ولی در نخستین کنفرانس خبری روزانه دولت، من چند روز پیش توی بیمارستانی بودم که چند تا مریض کرونا بستری بودن و با همه دست دادم و به دست دادن هم ادامه میدم. چند روز بعد بوریس جانسون همیشه خوشبین پیامی ترسناک برای مردم داشت. من باید با شما، با مردم بریتانیا صادق باشم. خانواده های خیلی بیشتری عزیزانشان را پیش از موعد از دست خواهند داد. ولی در آن روزها دولت به جای قرنطینه کردن همه برای جلوگیری کامل از شیوع کرونا، از ایمنی گله‌ای صحبت می‌کرد. از اینکه اگر بیش از 60% مردم به ویروس مبتلا شوند و در مقابل آن ایمن شوند، مشکل رفع می‌شود. هدف کم کردن اوج شیوع و طولانی تر کردنشه، نه توقف کامل سرایت ویروس. بیماری اکثر مردم خیلی خفیفه و این به ایمنی گله‌ای منجر میشه. با بیش از 100 برابر شدن موارد ابتلا در کمتر از 3 هفته، دولت چاره‌ای نداشت
جز اعلام قرنطینه عمومی. From this evening I must give the British people. من از امشب باید یک دستورالعمل ساده به مردم بریتانیا بدهم. شما باید در خانه بمانید. صبح روز بعد واگن‌های متروی لندن همچنان شلوغ بود، ولی دولت بعد از 2 ماه بالاخره یک پیام مشخص داشت. از مردم می‌خواهیم در خانه بمانند، از نظام بهداشت ملی محافظت کنند و جان دیگران را نجات دهند. نقد دیگر مربوط به عملکرد دولت در زمینه تست و تشخیص بیماران است. اگر ندونیم چه کسانی مبتلا هستند، نمیتونیم جلوی این همه گیری رو بگیریم. من یک پیام ساده برای همه کشورها دارم. آزمایش، آزمایش، آزمایش. تست، تست. کشورهای نظیر کره جنوبی که از شروع همه‌گیری کووید 19 برنامه‌های گسترده‌ای را برای آزمایش همگانی به اجرا گذاشتند، در کنترل شیوع و پایین نگه داشتن شمار قربانیان موفق تر بودند. داریم از 5000 تست روزانه میریم به 10000، 25000 و امیدوارم به زودی به روزی 250000 تست برسیم. ولی کمبود ظرفیت آزمایشگاهی و مواد لازم، شرایط سختگیرانه‌ای که بجز بیماران بستری شده فقط عده کمی را واجد شرایط تست دادن می‌کرد، و محدودیت‌های نظیر نیاز به داشتن خودروی شخصی برای مراجعه به مراکز آزمایش گرفتن، باعث شد تعداد موارد آزمایش روزانه تا آخر آوریل پایین بماند. ولی بالاخره در آخرین روز این ماه، 3 ماه پس از شروع همه‌گیری در بریتانیا، بیش از 100000 تست در یک روز انجام شد. مخالفان دولت میگویند این کافی نیست. انجام یه تعداد تست استراتژی نیست. ما باید افراد در تماس با بیماران را هم ردگیری کنیم. این برای شکستن زنجیره سرایت حیاتیه. مشکل دیگر بحث تجهیزات حفاظت شخصی است. برای جلوگیری از کرونا گرفتن، پزشکان و پرستاران به وسایلی نظیر 2 جفت دستکش، روپوش، ماسک مخصوص، سپر شفاف و چیزهای دیگری احتیاج دارند. ولی از همان اوایل شیوع، کمبود این تجهیزات داد کارکنان نظام درمانی را درآورد. پزشکای سراسر کشور از کمبود تجهیزات حفاظت شخصی نگرانند. بعضی دکترها به ما میگن احساس میکنن گوسفند قربونی هم. تا کنون حدود 50 پزشک، پرستار و پرسنل نظام بهداشتی به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. دولت میگوید کمبود تجهیزات حفاظتی مسئله جهانی است. ما به هر دری که میتونستیم زدیم تا تجهیزات حفاظتی لازم رو تهیه کنیم و به خط مقدم برسونیم، هم برای خریدنش از خارج و هم برای توزیعش. در همان زمان بعضی شرکت‌های بریتانیایی میگفتند میتوانند چنین اقلامی را تولید کنند، ولی دولت سفارش نمی‌دهد و به همین خاطر محصولاتشان را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند. کمبودها باعث شد حتی بعضی مجبور به استفاده از کیسه زباله بشوند. دولت میگفت 1 میلیارد قطع تجهیزات حفاظتی توزیع کرده، البته با احتساب چیزهایی مثل حوله کاغذی و نیز شمردن دستکش‌ها به صورت لنگه به لنگه به جای جفت جفت. سراهای سالمندان هم با کمبود تجهیزات حفاظتی روبرو بودند. خانه‌هایی که به یکی از کانون‌های اصلی شیوع و تلفات تبدیل شدند، هم برای ساکنان و هم برای کارکنانشان. متاسفانه ما بخشی هستیم که فراموش شده. زیرساخت‌ها یا حمایتی رو که نظام درمانی ملی داره نداریم و این چیزیه که تو این بحران بهش احتیاج داشتیم. سرعت تصمیم‌گیری‌های دولت هم انتقادهایی را برانگیخته. مقام‌های بریتانیا خیلی زود متوجه شدند که روند شیوع کرونا در این کشور حدوداً 2 هفته از ایتالیا عقب است. با وجود این، تمایلی به تعطیلی و قرنطینه زودهنگام نداشتند. بستن همه مدارس و دانشگاه‌ها در مقطع فعلی از نظر بهداشتی فایده‌ای نداره، ولی هزینه اجتماعی و اقتصادی سنگینی به جا می‌ذاره. ما دنبال روی علم هستیم. همین بود که جشنواره اسب دوانی چلتنام با بیش از 400000 تماشاگر و بسیاری از مسابقات ورزشی دیگر تا آخرین روزهای پیش از آغاز قرنطینه ادامه داشت.
در کنار این از 18 میلیون نفری که در 3 ماه پیش از شروع قرنطینه سراسری وارد بریتانیا شده بودند، تنها 273 نفر رسما به قرنطینه فرستاده شدند. 1 ماه پس از شروع قرنطینه عمومی، رهبر جدید حزب کارگر می گفت دولت باید سریع‌تر عمل می کرد. یک الگویی دارد مشخص می شود. ما در قرنطینه کردن کند بودیم. در آزمایش کند بودیم. در تامین تجهیزات حفاظتی کند بودیم. در پذیرش پیشنهاد شرکت‌هایمان برای تولید تجهیزات هم کند بودیم. من ادعای کند بودن رو قبول ندارم. ما از اول بر اساس مشاوره علمی مشاور عالی علمی و مشاور عالی پزشکی دولت عمل کردیم. دولت بریتانیا امیدوار است با عبور از نقطه اوج شیوع بیماری و خلوت‌تر شدن ICU و بخش‌های دیگر بیمارستان‌ها کم کم بتواند نفس راحتی بکشد. بعضی‌ها هم برای پایان قرنطینه و عادی شدن اوضاع بی‌صبری می‌کنند. ولی اتفاقات 3 ماه گذشته نشان داده که هر تصمیم عجولانه یا نادرستی می‌تواند مرگبار باشد. بهرنگ تاجدین، BBC. استرگیوس موسکوس، استاد علوم سلولی و مولکولی دانشگاه نورثامبریا از نیوکاسل با ما هستند. خوش آمدید به برنامه. علل مختلفی برای بالا بودن آمار در بریتانیا مطرح میشه. به نظر شما اصلی ترین علت چیه؟ راستشو بخواید، من فکر میکنم که ما قرنطینه رو بنز کافی مثل کشورهای دیگر اروپایی اعمال نکردیم، مثل کشورهایی که تونستن جلوی شیوع ویروس کرونا رو بگیرند. فراموش نکنید که ما آدم‌ها رو به اون حدی که باید غربالگری بکنیم مثل کره جنوبی، پس تعجبی نداره که شیوع هم بیشتر باشه. الان بحث اینه که در ابتدای هفته آینده ممکنه که بخشی از محدودیت‌ها برداشته بشه. فکر می‌کنید که اون چه تأثیری ممکنه داشته باشه؟ نظر شخصی من این هست، این هم فقط نظر شخصی من هست، که به نظر بسیار ایده بدی است. خیلی کار بدی که انجام بدن. ما در کشورهای دیگه دیدیم که قرنطینه کاهش پیدا کرده و بعد شیوع بالاتر شده. برای همین وقتی آدم ها شروع کنن برگردن بین جامعه، شروع میکنن به شیوع ویروس و در برخی موارد، مثلا در یونان که اصلیت من اونجاست، میبینی که مردم رفتن تو خیابون و دارن جشن میگیرن، فکر میکنن که قرنطینه تموم شده و این باعث خواهد شد شیوع به مراتب بیشتر بشه. برای همین شما اگه بتونید رفتارهای مردم رو در نظر بگیرید، رفتارهای ویروس رو در نظر بگیرید، اون موقع خواهید فهمید که بسیار زود هست که الان بخوایم به فکر کم کردن قرنطینه باشیم. این استدلال مقام‌های دولت که میگن شیوه شمارش و آمارگیری قربانیان متفاوته و احتمال داره که در سایر کشورها هم آمار همینقدر بالا باشه، چقدر استدلال قابل قبولیه برای شما؟ من فکر میکنم تا حدی قرنطینه چه درست اعمال بشه چه نشه، به هر حال یه تأثیری خواهد داشت. اما اتفاقی که افتاده این است که ما این رو میدونیم، سنجش تعداد مرگ و میرها در هر جا به اندازه کافی میتونه بیانگر واقعیت باشه یا نه. در بریتانیا شاهد افزایش فراوان مرگ و میرها بودیم که لزوماً به کووید 19 بر نمیگرده و این خودش خیلی مهم هست. ما میدونیم که خیلی‌ها نمیرن به بیمارستان، خیلی‌ها اونقدر فکر نمی‌کنن علائمشون حاد هست، اونا همینجوری دارن میمیرن خارج از بیمارستان و تست هم نمیشن. برای همین این یک میتونه دلیل بالای آمار باشه. میدونین مدیریت ارتباطات خیلی مهم هست، ولی در این حال باید بشه ردگیری کرد، باید بشه آدمهایی که مبتلا هستن رو اینا رو ایزوله کرد تا بشیم این حلقه سرایت رو بشکنیم. ما با هیچ کشور دیگه فرق نداریم، برای همین خیلی عجیبه که مسئولان این گونه رفتار میکنن. امروز برای 3 روز پیاپی دولت نتونست اونطور که وعده داده بود 100,000 آزمایش انجام بده در 1 روز. فکر میکنید که آمادگی این رو داره دولت که بتونه این محدودیت ها رو کاهش بده؟
آیا شما راجع به محدودیت‌های تدابیر صحبت می‌کنید یا محدودیت‌های امکانات رو صحبت می‌کنید؟ چون اینا گفتن که ما می‌تونیم 100,000 تا تست در روز انجام بدیم، بعد دیدیم که بندازه دیدیم که این درست نبوده، بعد دیدیم که دارن از مردم دعوت می‌کنن که بیان تست بکنن تا اینکه واقعا تست‌ها رو بگیرن. این خیلی فرق داره، میدونید خیلی فرق میکنه تا اینکه شما تست رو انجام بدین تا اینکه مردم دعوت بکنین و بیان تست بدن. ما باید یک توضیح واقع بینانه بدیم که چرا نتونستیم طبقات مردم رو برآورده کنیم. میبینیم که خیلی از مردم الان قضیه رو دیگه جدی نمیگیرن، ریلکس کردن و این درد زیادی رو به وجود میاره، باعث رنج زیادی خواهد شد. ما باید همین الان شروع کنیم با تست های بیشتر. ولی فکر میکنین که آیا دولت امکان افزایش تست رو داره پیش از این که بتونه محدودیت ها رو کمتر بکنه؟ من فکر میکنم راههایی هست که این حرف جواب میزنه اتفاق بیفته. یه مقداری اگه قضیه مرکزیت پیدا بکنه و در یه مراحلی تمرکز زدایی بشه و از مثلا مراکز آموزشگاهی یا شرکت هایی که میتونن تست ها رو انجام بدن به اونها واگذار بکنن، برون سپاری کنن این کارو. من میدونم شرکت های مختلفی دارن که میتونن این تست ها رو در این ابعاد انجام بدن. ما نمیتونیم فقط از طریق ایدئولوژی سیاسی یا مثلا ترجیحات شخصی این مسئله رو بخوایم مدیریت بکنیم. همه چی باید بر اساس آمار باشه. ما نباید لزوما توضیح بدیم آمار چی هستن، ولی باید این آمار رو درک بکنیم، بفهمیم، بدونیم محدودیت‌های این آمار چی هستن و بر اساس اینها تصمیم گیری بکنیم، بر اساس اون چی که فکر می‌کنیم قدم‌های مناسب هست. آقای موسکوس، چقدر مقصر شرایط فعلی رو سیاست ایمنی گله‌ای میدونید که در ابتدای کار بوریس جانسون دنبالش بود؟ این کاملا مقصر هست. متاسفانه سازمان بهداشت جهانی خیلی مشخصا گفتن که ما نمیدونیم از راه پادتن میشه جلوی ابتلای دوباره آدم ها رو گرفت. سازمان بهداشت جهانی این رو گفته. من فکر نمی کنم وقتی الان ما این رو می دونیم این خیلی اشتباهه که بخوایم دنبال ایده مسئولیت گله‌ای را بیفتیم، چون نمی دونیم واقعا تا چقدر موثره یا نه. متشکرم. استرگیوس موسکوس، استاد علوم سلولی و مولکولی. در ایران مقام‌های مسئول هشدار دادند که از سرگیری کسب و کارها نباید باعث نادیده گرفتن خطر گسترش ویروس کرونا بشه، چون این خطر بسیار جدی است. آمار رسمی مبتلایان در روزهای گذشته روندی فزاینده داشته و این نگرانی به وجود اومده که بازگشایی اماکن عمومی و کاهش محدودیت‌های رفت و آمد باعث بالا رفتن سرعت شیوع کرونا بشه. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. سلام عزیزم، بفرمایید. سابقه بیماری قلبی، دیابت، فشار، مشکلی داشتن از قبل؟ فشار خون. کادر پزشکی و اورژانس ایران هفته‌های طولانی و بسیار سختی را پشت سر گذاشتند. پاهاش جوریه که نفس کشیدن برای سخت بشه. حالا نگرانی این است که خیلی‌ها بی‌توجه به نیاز به مراعات توصیه‌های حفاظتی این دوران سخت را حتی طولانی‌تر کنند. ما همچنان درگیر بیماری کرونا هستیم و کرونا هنوز تموم نشده. از مردم عزیزمون خواهش میکنیم برای حذف کرونا همه موارد بهداشتی را رعایت کنند. آمارهای رسمی دوباره روند افزایشی پیش گرفتند. دو هفته بعد از سر گرفته شدن کسب و کار و کاهش محدودیت‌های رفت و آمد. این آمار تعداد قطعی مبتلایان روزانه است به گفته مقام‌های ایران که در 24 ساعت گذشته 1680 نفر بوده. 350 نفر بیشتر از شبانه روز قبل. و این نمودار تعداد مرگ و میر کرونا که در 24 ساعت گذشته 78 نفر بوده در مقایسه با 63 نفر در شبانه روز قبل. روندی که چند روز است دیده می شود. متاسفانه ما در 3-4 روز اخیر روند صعود تدریجی موارد ابتلای جدید به این بیماری رو هم شاهد هستیم که قاعدتاً برمیگرده به رفتار ما در 14 روز یا 2 هفته قبل از اون. و به نظر میاد که مردم عزیزمون باید این موضوع این که ما به هیچ وجه وارد فضا و وضعیت عادی نشدیم رو جدیتر بگیرن.
امروز هم باز اگر ما در قبال کرونا و در مقابله با کرونا، در میان دولت و ستاد مبارزه با کرونا متهم هستند که ارقام واقعی تلفات را مخفی می کنند و پاسخگو هم نیستند. تازه ترین نشانه آن عدم انتشار آمار مرگ و میر در کشور در ماه‌های گذشته است، از طرف ثبت و احوال و قبرستان بهشت زهرا که میگویند به دستور دولت این آمار را منتشر نمی‌کند. خیلی ها میگویند دولت با مخفی کردن این آمار که نشان میدهد حجم تلفات کرونا تا چه حد بوده، در میان بی اطلاعی مردم از دامنه مشکل جان مردم را به خطر میاندازد. یکی از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت و احوال خواهان انتشار این آمار شده بود. محمد جواد حقشناس قبلا گفته بود که آمار دفع در چند ماه اخیر در مقایسه با همین دوره در سال گذشته با آمار مرگ و میر کرونا که دولت منتشر کرده همخوانی ندارد. کسرا نجی، بی بی سی. در ایران قیمت خودرو با شیب تندی بالا می رود. پراید 111 در هفته های اخیر 10 میلیون تومان گران شده و به 90 میلیون تومان رسیده. قیمت این مدل پراید 6 ماه پیش حدود 48 میلیون تومان بود. قیمت پژو 206 هم به 145 میلیون تومان رسیده. علی، تولید کننده و توزیع کننده قطعات خودرو از ایران با ماست. آقای علی، اتفاق بسیار عجیبیه در بسیاری از کشورها وقتی که تولید یک خودرویی که فناوری قدیمی داره متوقف میشه، تقاضا براش کمتر میشه، قیمتش میاد پایین. در ایران کاملا متفاوت این اتفاق. آقای علی، صدای منو میشنوین؟ بله بله، صبح بخیر، سلام خدمت شما بینندگان. سلام، فکر می‌کنم سوال من رو احتمالاً نشنیدید. می‌دونیم که تولید پراید 111 132 و متوقف شده. علتش هم میگن که فناوری قدیمی و کیفیت پایین این خودروه. معمولا وقتی که یک خودروی به دلیل کیفیت پایین متوقف میشه تولیدش، تقاضا براش کاهش پیدا میکنه، اما میبینیم که در ایران روند عکس داره. علت چیه به نظر شما؟ حضورتون که آرزم توی ایران متاسفانه یه حالا نمیدونم ایرادشو بگیریم ضعف سرهنگی باشه یا داستان به این صورته که چیزی که این عادت کردیم ما مردم ایران متاسفانه حالا خیلی ها نه همه ولی اکثرا به این موضوع که یه چیزی که کمیاب میشه یا کم بشه در یعنی به مرور زمان این اتفاق افتاده در ایران، چیزی که کمیاب شده قیمتش خیلی رفته بالا. حالا فقط خودرو نیست، هر چیزی که احساس بشه متاسفانه در ایران، در بازار ایران، هر بازاری که داشته باشه، هر چیزی توش که بخواد کم بشه. و چون یه بازار یک انحصاریه، یعنی چیزی نیست که جایگزینش کسی بکنه. پراید بالاخره یه ماشینی بوده که کمترین قیمت رو داشته تو رنج ماشینای موجودی که حالا تو ایران داشتن تولید میکردن. البته فناوری که شما گفتید، همه ماشینای ایران از لحاظ فناوری و حسابونی از زد خارج را داشته، فقط همون پژوش محصولیه که مال حداقل 30 سال پیشه و که حالا پژو هنوز از زده خارج نشده. تمام محصولاتی که حالا به غیر چند تا آیتمی که به صورت ایمت تولید ایران نیست، به صورت تیفیدی از کشور چین یا جای دیگه میارن اینجا، حالا یا محتاج یا وارداته و اونها یه خود تکنولوژیش به روز داره، وگرنه اکثر ماشین ها از زده خارجه. پر آیدم به خاطر اینکه از لحاظ قیمت نسبت به بقیه خودروها ارزون بوده، یعنی که رو سبد خودروهای ارزون بوده. الان که قطع شده تولیدش دیگه، متاسفانه مردم دوباره هجوم آوردن و داستان به این صورت شده که علیکی قیمتش دوباره بره بالا. و این سیاست های اشتباه و غلطیه که اینا دارن پیاده میکنن متاسفانه ایران خورده و سایپا. آقای علی، علت هایی فکر میکنید فقط در شرایط روانی بازاره یا اینکه بحران کرونا، کاهش تولید قطعات و از جمله تحریم ها به هر حال تأثیر شدیدی گذاشته در بازار خودرو؟ این داستان همه اینا دست همدیگه داریش این اتفاق. البته نمیتونیم دلیلش رو کرونا بدونیم، چون کرونا باعث یه رکود شده تو بازار، باعث جهش
قیمت نمیشه. کرونا شما فاکتور بگیرید از این قضیه. میگم متاسفانه ضعف مدیریتی مدیران دولت ماست این بلا رو سر مردم میاره و مردم میخوان عقب نمونن از چیزی که به نام تورم افسار گسیخته یه جاله. البته مدیران کشور همه منکر این قضیه هستن که ما عبر یعنی عبر تورم دچار شدیم، این مشکلات برامون ایجاد شده و با اینکه اونا منکرن مردم نمیدونن چی کار کنن، سرمایهشون کجا بذارن که نصف نشه در عرض یک ماه دو ماه. متاسفانه تو ایران اتفاقی که میفته یه دفعه میبینی شب میخوابی صبح بلند میشه میبینی سرمایه از بین رفته، نصف شده، یک سوم، و مردم موندن باید چی کار کنن. به هر ریسمانی چنگ میندازن که بتونن از این مهلکه جون سالم بدر ببرن، ولی باز هم متاسفانه در دراز مدت همه محکوم به از دست دادن سرمایه‌هاشون هستن به عناوین مختلف. آقای علی فکر کنید این قیمت تا کجا بالا میره؟ قیمت تا کجا یه چیز ارزم اصولی نیست کسی بتونه. مثلا الان بورس برای چی داره میره بالا؟ تمام این شرکت های بورسی که الان توی بورس هستن همه زیانده هستن، همه تو رکودن، کرونا همه رو تحصیل کرده، شرکت ها تمام زیانده هست ولی داره بورس میره بالا. این علتش چیه؟ خب کدرو هم همونه، کدرو هم دقیقا به خاطر همونه، چون چیز منطقی پشتش نیست این اتفاقا داخل ایران میفته. هیچ جای دنیا شما سراغ نداری که بخواید یه همچین اتفاقی بیفته، بیان یه چیزی رو مثلا برگردن بگن یه چیز قیمت شرط تو یه دفعه دو برابر. آقای علی سود این نوسانات قیمت به جیب کی میره؟ آیا خریداری که شاید مثلا یعنی فکر می‌کنین که دولت تاثیرگذار به خاطر اینکه خودروسازها معتقدند که دلال‌ها و بازار واسطه‌ای باعث چنین ایجاد جو روانی در بازار میشه؟ همش داستان یه چیز دولت درست کرده. دلال کی درست میکنه؟ مگه ایران خودرو سایپا یه چیز دولتی هستن؟ نمیتونن کاری بکنن. آخه ببینید سیاست اشتباهیه. موقعی که اینا برمیگردن خودرو ایران خودرو سایپا بالاخره دو تا کارخونه هستن که دولتی هستن و همه میتونن جلوی اینا رو بگیرن، یعنی خودشون میتونن جلوی این دلال بازی ها رو بگیرن، ولی نمیخوان بگیرن به خاطر اینکه دولت کسی بودجه داره باید اینو جبران کنه. حالا چه بورس باشه چه خودرو باشه، پول رو باید از جیب مردم در بیارن. متاسفانه تو ایران کشور و مردم ایران خودشون دارن اداره میکنن. ما از منابع بعید میدونم چیزی گیرمون بیاد و دست دولت کاملا تو جیب مردمه و میان از عناوین مختلف پول از تو جیب مردم، حالا بورس باشه، خودرو باشه، نمیدونم مالیات باشه، هر چیزی که بخوابه یه اتفاق دیگه میفته. آقای علی خریداران این خودروها با این قیمت‌های نجومی چه کسانی هستن؟ من که به هر حال 90 میلیون تومان برای پراید رقمی نیستش که یک کارمند عادی در دستش باشه. نه دلال هم قطعا دلال هم من که نگم دلال هم حالا خواهم بورس شما دلال بازیه همون بورس یه که مردم ببینید مردم یه سرمایه‌ای دارن، حالا میان هیچ تاثیر میکنن، حالا یه روز میبرنش تو ملک، یه روز میبرنش تو دلار، یه روز طلا، یه روز بورس، یه روز خودرو، این همش میچرخه. در آخر سودش میره به جیب دولت، دولت میاد دلار گرون میکنه، ملت حمله میکنن میخرن، بعد میاد میبینه خریدن تموم شد ارزونش میکنه، حمله میکنن میفروشن. این موضوع تفاوت قیمت سودش به جیب دولت. خودرویی که داره میفروشه به خاطر این کارخونه ها، واقعا شما فکر نکنید این کارخونه های ایران خودرو سایت ها موقعی که میگن ما زیانده هستیم زیانده نیستن، به خاطر ایرادیه که توی سیستم تولیدشونه. موقعی که تولید پایین باشه بالاخره کارخونه های هزینه ثابت دارن که باید اینو دائم دارن هزینه رو و نسبت به تولید باید اینا رو پوشش بدن. موقعی که تولید پایین باشه هزینه تموم شده برای اون خودرو میره بالا و واقعا و اینقدر این بستر حالت رانت هست که فکر نکنید. من داشتم با دوستان حالا ما بررسی میکردیم این قدرستاز یا میگفتن اگر خود رو گرون شده خب شاید به نفع خیلی قدرستاز هم هست. اصلا اینجوری نیست. قدرستاز نهایت چیزی که بتونه به ایران خوزه و سایفا چیزی رو که بسوشه گرون تر بسوشه همه اندازه تورم مثلا رو جنسش بوده 10% 20% مثلا از پارسال تا الان بوده. یه دفعه وقتی 40% خود رو گرون میشه اون از خودروساز از قدرساز اون 40% گرونتر نمی کرد. این وسط حتی اگه گرونتر هم برای شرکت های مثل ایران خودروساز فاکتور بشه اون رامپی که توی سیستم دولتی هست و دلالی هایی که
بینش هست و معمول خریده و فروشه که دارن این وسط این کار رو انجام میدن به جیب اونا و به جیب حالا دولت میدن. متشکر از شما آقای علی، تولید کننده و توزیع کننده قطعات خودرو در ایران. اما مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل و تحلیلگر اقتصادی در شمال ایران با ماست. آقای مهاجر، شما فکر میکنید که چه کسی مسئول این نوسانات بازار خودروه؟ سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، ما یک حجم سرگردانی پول نقدینگی داریم در جامعه که در دو سه ماه اخیر مرتبا افزایش پیدا کرده. معمولا شب عید دولت پرداختی های زیادی داره، همین کمک هایی که مردم میکنه، پول های زیادی به بازار ریخته میشه، یک جوری باید جمع بشه. الان شما نگاه کنید بورس تهران، درست همین وضعیت خودرو در اونجا هم هست. قبلا این پول ها میومد رو ارز و طلا، الان چون ارز مصرف نداره، یعنی مسافرت ها متوقف شده، مردم ارز کمتر مصرف میکنن، واردات به راحتی صورت نمیگیره، بنابراین بازار ارز و طلا از نظر افتاده. مردم رفتن و دولت هم تشویق میکنه پولاشون رو ببرن به بازار سهام. میبینی که 70% قیمت سهام رفته بالا و این شوقی انگیخته که مردم در کوتاه مدت پولاشون بذارن اونجا و از این روند افزایشی استفاده کنن. ببینید، وقتی ما در ایران قیمت ها خیلی بالا میره، قیمت طلا یا زمین یا اتومبیل، این صحبت قیمت یک چیز هست، فروش یک چیز دیگه است. یعنی الان همه فروشندن، شما برید خریدار پیدا کنید که 90 میلیون تومان داده باشه خریده باشه. پس یعنی این قیمت 90 میلیون از کجا میاد آقای مهاجر؟ یعنی هیچ، یعنی خود فروشنده قیمت رو بری میبره بالا، اگر که نتونه بفروشه چه فایده ای داره؟ فروشنده بالا نمیبره، چون صنعت خودرو خودش هم همین اظهار تعجب کرده که چرا بالا رفته. در بیرون هست، یعنی اتومبیل در دست مردمه، طلا در دست مردمه و این همین بازارها هم یک گروهی هستن که در بیرون سرگرم دادستان در روی اون هستن، در صرافی های یا نمایشگاه های اتومبیل. خب اینها هم دارن کار میکنن، اینها هم همشون هجوم میارن که از این نقدینگی سرگردان در دست مردم یک مقدارش جمع کنن. شما نگاه کنید بنیاد بخش کشاورزی. خب اگر که میفرمایید همه فروشندن، خریداری نیست، نقدینگی که جمع نمیشه به این شکل. نقدینگی جمع میشه، نقدینگی الان جاهای دیگه میره، کوشش میکنن که از این مسیر هم نقدینگی داشته باشن. ببینید، بازار خودرو کاملا راکته، الان دلیل وجود نداره که هیچ تقاضای اتفاق بیفته، چون ما هم بنزین رو گرون کردیم همزمان، هم تورم و این ماشین مال طبقات پایین جامعه است. در طبقات پایین جامعه چنین امکانی وجود نداره که در این وضعیت متورم، در بحران کرونا، اینکه وضعیتش اشتغال مشخص نیست، مردم دارن بیکار میشن و عده زیادی بیکار شدن و دولت داره ساپورت میکنه که اینا بتونن زندگی روزمرهشون بگذرونن، اینجا نباید انتظار افزایش تقاضا داشته باشیم. پس بنابراین بالا رفتن قیمت خود مطلقاً به افزایش تقاضا مربوط نیست. و از یک طرف دیگه هم که دولت کارخونه‌ها اعلام کردن که اتومبیل تولید نمی‌کنن، این خودش می‌زنه تو سر خودرو. در همه جای دنیا این کاهش تقاضا ایجاد می‌کنه، مردم نمی‌رن خودرویی که از قد خارج شده اونو با قیمت بالا بخرن. پس بنابراین می‌فهمیم که در جامعه یه حرکت‌هایی هستش که بخش‌های از جامعه از نقدینگی سرگردان جامعه به خودشون سهم بیشتری می‌رسونن. آقای مهاجر، در ایران برخلاف بسیاری از کشورها خودرو یک کالای سرمایه‌ای محسوب میشه، آیا هنوز همین کارکرد داره به نظر شما؟ الان کارکرد نداره. ببین، شما الان گروهایی که میتونن از اتومبیل به صورت بازرگانی استفاده کنن، الان درآمدشون کم شده، اسنپ درآمدش کم شده، تاکسی‌ها مسافر کم میگیرن، مردم اصلا حرکت نمی‌کنن در داخلش کرد. یعنی دیگه الان همه از ماشین شخصیشون، خود دولت هم تشویق می‌کنه از ماشین شخصی استفاده کنید. بنابراین در همه جای ایران این خودروها دیگه سرمایه حساب نمیشن، یعنی پولی در نمیاد که کسی بذاره و این که امکان افزایش هم وجود نداره، کسی بخره بگی ماشین من گرانتر خواهد شد. البته خب فرضاً کسی که سال گذشته پراید 48 میلیونی خریده، الان 90 میلیون میارزه پرایدش، ولی اون نمیفروشه، دقیقا اون نمیاد تو بازار و فقط قیمت اعلام میشه. یعنی معاملات بسیار اندک، راکت بازار خود رو، بازار همه چی راکته، مسکن هم راکته. الان تنها جایی که خرید و فروش میشه سهامه، طلا هم راکته، میدونید جواهر فروش هم دارن ضرر میکنن. و آقای مهاجر، یک نگرانی که در گذشته هم داشتیم اینه که قیمت در خیلی موارد در ایران وقتی بالا میره دیگه پایین نمیاد. فکر میکنید که این اتفاق درباره فرزند خودروی پراید یا پژو 405 هم اتفاق میفته؟ این درسته، ولی شما اگر نگاه کنید، ما وضعیت تورمیمون
یعنی آینده اقتصادی ایران به طرف کوفایی نیست که فکر کنیم که رونق اقتصادی خواهد اومد، مردم صاحب درآمدهای بیشتری خواهد شد. ما هر چی الان درآمد کسب می‌کنیم برای کمک به بالا بردن وضعیت عمومی زندگی آدم هاست، یعنی اشخاصی که متضرر شدن از کرونا یا از تورم، بیکاری حاصل از کرونا ممکنه که ادامه داشته باشه. دولت هم میدونه که ممکنه که این تعطیلی کارخونه ها و توقف کار خیلی طولانی‌تر بشه. الان بسیاری از مشاغل اینترنتی هم درآمدشون از دست دادن، یعنی مردم بودجه کافی ندارن که خریدهای خارج از قاعده انجام بدن. من فکر نمی کنم که این تاثیر ماندگار بذاره رو صنعت خود، و صنعت خود همچنان با رکود مواجه خواهد شد و تقاضا همچنان کم خواهد شد. بازارسازی ها البته همیشه جریان داره، یک سازمان هایی هستند در همه بخش های اقتصادی، اونا به نفع خودشون میخوان کوشش بکنن که از این نمد یه چیزی نصیب ببرن. متشکرم. مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل و تحلیلگر اقتصادی با ما. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در تازه ترین حملات ارتش اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی و شبه نظامیان متحدشان در استان دیرالزور 14 نفر کشته شدند. نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل بدون تایید جزئیات این خبر گفته که کشورش به حمله علیه مواضع ایران در سوریه تا زمان خروج ایران از سوریه ادامه خواهد داد. رسانه های اسرائیلی میگویند که این کشور همزمان با اوج گرفتن بحران کرونا بر میزان حملاتش علیه نیروهای ایران در یک ماه اخیر افزوده. کیوان حسینی همکارم در استودیو به ما پیوسته. کیوان، رسانه های اسرائیلی میگن که به گفته اونها بعضی از نیروهای ایرانی از سوریه خارج شدند. الان وضعیت ایرانی ها در سوریه به چه شکله؟ رد یا تایید ادعای رسانه های اسرائیلی بسیار دشوار هست و به طور کلی بررسی این که آیا تعداد ایرانی ها در سوریه زیاد شده یا کم شده آسون نیست. تا همینجا هم همین سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندنه امروز یه گزارشی منتشر کرده و این ادعای رسانه های اسرائیلی رو رد کرده و میگه برعکس، ایران در حال به کارگیری جوانان شیعه بیشتری هست در همین استان دیرالزور که هدف حمله قرار گرفته و تعدادشون به چند هزار نفر هم رسیده. اما فارغ از این مسئله، برای بررسی موقعیت ایران در سوریه در ارتباط با حملاتی که از سوی اسرائیل داره رخ میده، ما شاهد یک بنبستی هستیم که جمهوری اسلامی ایران باهاش روبرو هست، از این جهت که اگر خارج بشه از سوریه اونطور که اسرائیلی ها هم ادعا میکنن و نیروهاش رو و تعدادشون رو کم بکنه، با یک شکست تبلیغاتی بزرگ عملا روبرو خواهد شد، اعتبارش زیر سوال خواهد رفت و مسئله گفتمان محور مقاومت یک ضربه جدی میخوره. میگن که اسرائیل حمله کرد و جمهوری اسلامی ایران نتونست مقاومت بکنه و ناچار شد اسرائیل رو، ببخشید، سوریه رو بعد از نزدیک به یک دهه بدین شکل ترک بکنه. اگر هم ترک نکنه، اسرائیل همچنان مشروعیت داره برای این حملاتی که داره انجام میده و به این حملات ادامه خواهد داد که در نتیجهش ایران همچنان تلفات انسانی خواهد داد و از اون مهمتر اسیر این نبرد تبلیغاتی میشه که به نظر میاد راهی برای پیروزی در این نبرد هم وجود نداره براش، بدین شکل که وقتی این حملات اتفاق میافتند اول یه سری خبر منتشر میشه از یه سری منابع که نامشون فاش نمیشه، مشخصا در رسانه‌های اسرائیلی، بعد ما از رسانه‌های غیر اسرائیلی و منابع غیر اسرائیلی مثل سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه در لندن یا حتی خبرگزاری رسمی دولت سوریه سانا اخباری رو می‌بینیم که این خبرها رو تایید می‌کنه، جزئیاتی ازش منتشر می‌کنه، تعداد کشته شده‌های ایرانیش مشخص میشن. بعد از اینکه این خبرها منتشر شد، به طور معمول مقام‌های رسمی اسرائیل میان صحبت‌های می‌کنن، سخنرانی‌های می‌کنن و علیه حضور ایران در سوریه صحبت میکنن. در نهایت در این بنبست ایران ترک بکنه سوریه رو ضرر میکنه، ترک نکنه سوریه رو باز هم ضرر میکنه. یعنی یک موقعیت باخت باخت. وزیر دفاع اسرائیل معتقده که ایران تبدیل به یک بار اضافه برای دولت سوریه شده. الان واقعا حضور ایران در سوریه چه نفعی برای بشار اسد داره؟ واقعیت قضیه اینه که وقتی که این جنگ شروع شد نزدیک به 9 سال پیش و ایران وارد حمایت از بشار اسد شد، حضور ایران بسیار مهم بود برای بشار اسد و بسیار ارزش داشت. فقط هم ارزش تبلیغاتی نبود یا حتی ارزش مالی و لوجستیک، حتی حضور نظامی ایران در نبرد مستقیم هم کمک کرد به بشار اسد در نبردهایی که داشت با مخالفان مسلح خودش. اما از سال 2015 به این طرف که سوریه با کمک روسیه این جنگ رو
ادامه داد، آروم آروم معادله این بازی تغییر کرد، به خاطر اینکه مسکو یک ارتش خیلی قوی داره و با هواپیماهاش و به شکل رسمی در چارچوب یک پیمان نظامی که به نظر می اومد مشروعیت بین المللی داره وارد این جنگ شد و از بشار اسد حمایت کرد. از سال 2018 استراتژی اسرائیل در قبال حضور ایران در سوریه تغییر کرد و حملاتش رو افزایش داد و الان رسیده به جایی که داریم میشنویم که در یک ماه گذشته همزمان با کرونا سطح این حملات بسیار افزایش پیدا کرده. حالا اگر که واقعا به بار اضافه‌ای تبدیل شده برای بشار اسد یا نه، دستگم میدونیم که این موضع اسرائیل و واقعیت قضیه این هستش که از دور هم که به ماجرا نگاه میکنیم، الان اگر که ایران دیگه حتی حضور نداشته باشه در کنار بشار اسد، احتمال اینکه شکست نظامی بدین جهت به بشار اسد تحمیل بشه واقعا کم هست، اما همچنان ارزش تبلیغاتی داره و اگر الان ایران از سوریه خارج بشه، بشار اسد هم همانند جمهوری اسلامی ایران این شکست تبلیغاتی رو تحمل خواهد کرد. به روسیه اشاره کردی، الان موضع روسیه چیه؟ اصلا اهمیتی داره موضع روسیه به نظر؟ به نظر من موضع روسیه بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه البته با این توضیح که موضع روسیه یک موضع در حال تحول و تغییر هست، به ویژه به خاطر وضعیت کرونا و همچنین قیمت نفت و احتمالاً بحران اقتصادی که ناشی از کرونا گریبان روسیه و باقی کشورهای جهان رو خواهد گرفت، پیش بینی اینکه درگیری‌های نظامی به ویژه در خاورمیانه دچار تحول بشن زیاد سخت نیست. با این زمینه که گفتم، احتمال اینکه مسکو بخواد در استراتژی خودش در سوریه هم نگری هایی بکنه چندان دشوار نیست. و این رو هم اضافه بکنم که مقالاتی هم منتشر شده در رسانه های رسمی و دولتی روسیه که دفاع روسیه از ایران رو تا اندازه زیر سوال برده. مسئله روسیه الان استان ادلب هست که یک درگیری یخزده هست که چشمنداز پایان جنگ داخلی سوریه رو به کلی از در واقع دیدگاه ما دور کرده و حضورش در کنار ترکیه و معامله‌ای که با همدیگه دارن میکنن. ما میدونیم که در نشست های سگانه که روسیه و ترکیه و ایران داشتن، تا اندازه زیادی ابتکار عمل مسئله دیپلماسی سوریه از دست دیپلمات های غربی که در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل فعالیت میکردن خارج شد و عملا این سه بازیگر مهم که بر روی زمین تصمیماتشون اثر داشت تعیین کننده شدن در جریان مسئله ادلب و ادامه جنگ داخلی. به همین جهت اگر امروز پشت ایران رو خالی بکنه مسکو، تا اندازه زیادی کار برای اسرائیل هم راحت تر خواهد شد و اگر هم خالی نکنه کار برای اسرائیل دشوار میشه. متشکرم. کیوان حسینی در استودیو. رئیس جمهوری ایران هشدار داده که تمدید تحریم تسلیحاتی این کشور عواقب وخیمی خواهد داشت. اشاره حسن روحانی به تحریم خرید و فروش سلاح‌های متعارف برای ایران است که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل کمتر از 6 ماه دیگر لغو می‌شود. این قطعنامه 5 سال پیش در پی امضای توافق هسته‌ای یا برجام تصویب شد. آمریکا که 2 سال پیش به طور یک جانبه از برجام خارج شد، حالا تلاش می‌کند تا نگذارد تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران به پایان برسد. باران عباسی گزارش می‌دهد. کار بسیار احمقانه‌ای انجام داد آمریکا و از این توافق و قرارداد خارج شد یک جانبه. سخنان حسن روحانی در آستانه سالروز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای. تنش بین دو کشور این روزها حول قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه‌ای که 5 سال پیش در پی توافق هسته‌ای تصویب شد و بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران تا چند ماه دیگر لغو می‌شود. تلاش‌های آمریکا برای تمدید این تحریم‌ها اما هشدار ایران را در پی داشته. ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 2231 رو نخواهد پذیرفت. ایران حق مسلمش هست که به زودی از تحریم تسلیحاتی در چارچوب این قطعنامه خارج بشه. البته ما سلاح چه بسازیم چه بخریم برای دفاع خودمون و برای دفاع ملت هاست. سلاح ما بنزین بر آتش نیست، سلاحی که ما داریم آب بر آتشه. آمریکا اما میگوید آتشی که در کشورهای منطقه افروخته شده به دلیل دخالت‌های ایران است. با حمایت مالی و تسلیحاتی از نیروهای نیابتیش در عراق، سوریه، لبنان و یمن. واشنگتن حالا پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تمدید منع خرید و فروش اسلحه برای ایران تهیه کرده تا به شورای امنیت ببرد.
تصویب این قطعنامه وابسته به حمایت کشورهای دارای حق وتو است. روسیه و چین اما علاقه‌مند به فروش اسلحه به ایرانند. متحدان اروپایی و آمریکا هم که در برجام باقی ماندند به نظر نمی‌رسد علاقه‌ای به پیروی از این سیاست واشنگتن داشته باشند. تحریم تسلیحاتی حسن روحانی امروز به طرف‌های برجام هشدار داد تسلیم فشارهای آمریکا نشوند. من تأکید کردم که اگر چنین شود ما چنان خواهیم کرد. با اونا میدونن که اگر یه همچون خطایی مرتکب بشن چه عواقب وخیمی برای اونها داره و چه شکست بزرگ تاریخی برای اونها خواهد بود. این تحملش معلوم نیست منظور حسن روحانی از پاسخ احتمالی ایران چه اقدامی است. ایران میگوید قطعنامه 2231 با برجام گره خورده و آمریکا با خروج از این توافق دیگر از نظر حقوقی حق دخالت ندارد. برای آمریکا دیگه برجامی وجود نداره، تمام شد. مگر اینکه بیاد دو مرتبه درخواست بکنه، دو مرتبه همه ما بپذیریم، جبران بکنه تمام خطاهاش رو، تمام تحریم‌ها رو کنار بگذاره، حالا اون یک شرایط خاصیه. آمریکا گفته گزینه بازگشت به برجام مطرح نیست و سیاستش در قبال ایران همچنان فشار حداکثری است. در این میان پرتاب یک ماهواره نظامی از سوی سپاه به تنش‌ها دامن زده. آمریکا برنامه فضایی ایران را پوششی برای توسعه توانایی‌های موشکی می‌داند و اقدام اخیر سپاه می‌تواند در مذاکرات واشنگتن و متحدانش درباره ایران مسئله‌ای قابل طرح باشد. باران عباسی، بی بی سی. به روال شب‌های اخیر 60 دقیقه به سراغ چهره‌ها و هنرمندان می‌ریم تا ببینیم این دوران خانه‌نشینی و قرنطینه رو چطور می‌گذرونند. امشب سپیده رئیس‌سادات، خواننده و نوازنده موسیقی سنتی از بن آلمان مهمان ماست. خانم رئیس‌سادات خوش آمدید به برنامه. البته در آلمان مثل اینکه یک ذره محدودیت‌ها کمتر شده از امروز، درسته؟ سلام میکنم به شما و بیننده های برنامه. بله، ظاهرا کمی کمتر شده، ولی از هفته گذشته اگر اشتباه نکنم دیگه همه مجبورن که با ماسک به مکانهای عمومی حضور پیدا بکنن. این هستش که کمی احساس امنیت بیشتری میکنید. خب شما قرنطینه رو چطور گذروندید؟ راستش برای من خیلی تغییر آنچنانی از نظر روزمرم نداشت، برای اینکه من یک دختر کوچیک دارم به تازگی، الان 7-8 ماهشه و به همین دلیل هم تعداد کنسرت ها یا تور طولانی نداشتم این دوران، ولی خب 2-3 کنسرت داشتم، کنفرانس داشتم که خب قاعدتا این برنامه کنسل شدن و یا افتادن به سال آینده. به غیر از اون در واقع بیشتر زمان رو تو خونه با خانواده میگذرونم و در حال از این فرصت استفاده میکنم که با اعضای خانواده بیشتر باشم. آیا در این دوران که به هر حال درسته که شاید در زندگی داخلی شما خیلی تاثیر نذاشت، ولی در بیرون خونه خیلی چیزا تغییر کرده بود، آیا این دوران سکون و آرامشی که تجربه کردین فکر میکنین تأثیری بر نگاه هنریتون، خلاقیتتون داشته؟ میگم شاید بیشتر از همه، فکر میکنم بیشتر از همه برای من این دوران تحت تاثیر شرایط، تغییر شرایط خانوادگیم هست، ولی به طور کلی فکر میکنم یک جور تغییر تو زندگی همه مردم و توی نگاه و جهانبینی همه ایجاد میکنه. اکثر همکاران من میبینم که از خونه تمرین میکنن یا همسرم از خونه کار میکنه و خیلی کارهایی که میشده در خونه انجام بدیم رو بی جهت هوا رو که آلوده می کردیم، خودمون رو خسته می کردیم و شاید واقعا نیازی نبوده، ولی من فکر می‌کنم در این حال هم یک فرصتی میده به همه ما، به خصوص از نسل ماها که به هر حال یه فرصتی پیدا میکنیم که بتونیم کمی با خودمون خلوت کنیم. یعنی در واقع فکر میکنم نسل پدر بزرگ، مادر بزرگ ها شاید بیشتر اذیت میشن، چون شاید تنها دلخوشیشون دیدار فرزندان و نوه‌هاشون بوده و واقعا از این فرصت این مدت محروم بودن، ولی فکر میکنم برای ما یک فرصتی هستش که این روزها رو خلوت بکنیم با خودمون، یه کمی بیشتر فکر بکنیم به اون کاری که داریم، حالا کار هنری هست یا هر پروژه‌ای که توی در مدت‌های طولانی داشتیم و فرصت نمی‌شده که روش کار بکنیم.
البته اگه اشتباه نکنم شما پیش از این هم تجربه کار و تمرین از طریق اسکایپ رو داشتین با آقای رضا قاسمی اگه اشتباه نکنم، یعنی برای شما شاید تجربه متفاوتی نبود از این لحاظ. درسته، من فکر کنم مهاجرت یه نوعی برای خودش قرنطینه میتونه یه دورانهای حساب بیاد، به خصوص برای کار ما که گروهی هست. من فکر کنم درست میفهمید 10 سال پیش بود که با آقای رضا قاسمی قرار بود، ایشون من در کانادا بودم اون زمان، ایشون در پاریس بودن و ویزای من تا شب قبل از کنسرت نرسیده بود و خب ما تمام تمرین هامون رو با اسکایپ انجام دادیم. اون موقع هم تقریبا خیلی داغ بود این فضای تمرین در واقع اسکایپی و اصلا یک خب بلافاصله که ویزام رسید در واقع چند ساعت بعدش رفتم رو صحنه. ولی یک توی ضبطی که از این آلبوم کردیم جالب که یک قسمت از یک تکه از آواز رو از اون چیزی استفاده کردیم که توی اسکایپ من خونده بودم و آقای قاسم ضبط کرده بودن و همش میگفتن که نه اون چون خیلی خوبه اون تیکه رو ما نگه می‌داریم. این که ما در واقع یادگار از اون دوران که با اسکایپ تمرین می‌کردیم توی آلبومی که بعد ضبط کردیم اون تیکه اسکایپی هم هست و فکر می‌کنم که این فضا در واقع کار خیلی از هنرمندا رو به نوعی برای ماها که باید گروه هامون بعض وقت از راه دور تمرین میکنیم اونقدر تفاوتی نکرد. میخوام رئیس ها محبت کردید یکی از آثارتون رو در قرنطینه برای ما اجرا کردید، میشه یه ذره راجبش توضیح بدید؟ قطعه‌ای که خوندم یک تصنیف هست از ایمان وزیری، از ساخته های ایمان وزیری روی شعر سعدی و پیش از اون چند خط خوندم از حافظ که فکر میکنم خیلی بی‌مناسبت با این روزهای قرنطینه نیست، چون حافظ هم میگه که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، که ما به هر حال سیمبولیک همون در واقع همین قرنطینه رو شاید حافظ هم منظورش بوده به نوعی. این قطعه رو امیدوارم که شنوندو دوست داشته باشم و دوست داشتم که این قطعه رو تقدیم بکنم به کادر پزشکی که واقعا در این دوران جانشون رو فدای سلامت مردم کردن. متشکرم از شما. اگر که اجازه بدید با هم ببینیم و بشنویم اجرایی از سپیده رئیس داداد رو.
پایین این 60 دقیقه رسیدیم. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.